یه خبرای خیلی نگران کننده درباره موج مهاجرت میاد که دانشجوها، نخبه ها، متخصصین دارن مهاجرت میکنن. درگیرش هستید؟ دقیقا، یعنی ما آمار مهاجرت رو به هر حال چون بچه ها وقتی که میان مدرکش بگیرن چه تو پزشکی چه تو غیر پزشکی این رو ما داریم. من همیشه میگم امید به آینده این مهمترین نکته ایه که هر کسی برای آینده خودش تصویر میکنه. خب چیه این ماجرا؟ این ماجرا اینه که جز این که یه ریشه مشخص اقتصادی داره، یعنی طرف نمیتونه برای 6 ماه و 1 سال آینده خودش برای زندگیش برنامه بریزه. نه کنید، اتفاقا این نیست. بچه های جوان مشکل امروز ندارن، مشکلش و مشکل فرداست. ما کمک کردیم که بچه های ما سرای بزرگی داشته باشن و دستای کوچیک. و یک در حقیقت توقعی رو درشون به وجود آوردیم که میشه از سر کلاس با آینده روشن برسیم بدون اینکه شرایطش رو براشون فراهم کنیم. یعنی ما سعی کردیم دانشگاه های امیدآفرین رو تولید کنیم. امروز شاید محوری ترین حرف فکر که میکنین موفق شدید؟ من فکر میکنم ریل گذاری رو خوب انجام دادیم. امروز شما خواهید دید و مردم قضاوت خواهند کرد پایان برنامه شما که ما تونستیم یا نتونستیم. اینجا کجاست؟ اینجا ما الان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر مجلسی، واحد مجلسی، واحدی که یکی از بهترین واحدهای آموزشی ما بود ولی دانشجوش خیلی کم شد. تعداد هیئت علمی زیاد، کارمند زیاد. وقتی من اومدم یکی از واحدهای زیانده مطلق ما بود. اونجا تصمیم گرفتیم خیلی خوب توی بازدیدی که اینجا 5 سال پیش داشتم چی کار باید کرد، ریل دانشگاه رو عوض کردیم، گفتیم این دانشگاه میشه سایت فناوری. و امروز شما روی دانشگاه گام دومی قدم میزنید، دانشگاهی که از نسل آموزش خودشون رو کندن و نسل فناوری رو میبینید و به جایی داریم میرسیم که دانشگاه اصفهان ما امسال بر مجموعی از این اتفاقاتی که امروز خواهیم دید 2 ماه از حقوقش رو 2/12 میتونه تأمین کنه. ما سر تک تک این نکته هایی که اشاره میکنن حرف داریم، یعنی این آغاز یک ماجراست. بریم هم ببینیم هم هی بحث کنیم دربارش، ببینیم ابعاد ماجرا چطوری. بفرمایید. آقای دکتر اینجا کجاست؟ نجف آباد. دانشگاهی که امروز ازش به عنوان نسل جدید حساب میشه این دانشگاه است. میزان شهریه چقدر در سال؟ ما 12,000 میلیارد سال گذشته شهریه بود. آقا ما که رسالتمون نبود که گوجه و خیار تولید کنیم. اساسا این برای محیط کار به وجود نیامده. ما یه شعار داریم، ما فکر اشتغال بچه‌هاتون هستیم. شما میخواید دانشجو جذب کنید؟ بله بله. دنبال آدم‌هایی میگردیم که یک مشکل سربازی نداشته باشن و تو طول تحصیلشون که همه دارن. بله. نکنم یه دونه هم نکنم ببینم تو شش اینکه فلفل دلمه ای از ما درش کردیم. میگم تصویر شما از یه چهره دانشگاهی، یه استاد خوب یا یه دانشجوی نمونه چیه؟ یه نفر که نشسته لابلای کلی کتاب و داره مقاله پشت مقاله مینویسه و تو مجلات معتبر دنیا چاپ میکنه و ارتقا پیدا میکنه؟ یا یه نفر که آستینشو بالا زده و وارد یه فعالیت عملیاتی جدی شده و یه کار مبتنی بر علم و فناوری راه انداخته و داره مشکلی رو حل میکنه؟ تصویر همه ما معمولاً همون گزینه اوله. حالا کاش اون مقالاتی که کلی استاد و دانشجو وقت و عمرشون رو براش میذارن یه پژوهش روی یکی از مشکلات و مسئله های کشور خودمون باشه. ولی متاسفانه خیلی وقتا حتی اینجوری هم نیست و ما داریم برای حل مشکلات بقیه کشور رو پژوهش میکنیم. حالا ما این همه را کوبیدیم پا شدیم اومدیم اصفهان. چرا؟ چون شنیدیم اینجا بخشی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تصمیم گرفتن خلاف جریان آب شنا کنن و بیان وسط موضوعات واقعی. آره قرار کارای واقعی رو راه بندازن. پس این شما و این ماجرای این قسمت از بی‌واسطه. اینجا الان من
محله شرکت دانش بنیان نگین بذر دانش است. یعنی شما تولید بذر میکنید؟ بله، بذرهای هیبرید. دو و چهار و شش نوع بذر تولید میکنید؟ نه، 36 نوع بذر هیبرید ما تا الان تونستیم ثبت بکنیم در محصولات مختلف و انشاءالله همین امسال 24 رقم دیگه رو هم به ثبت میرسونیم. مهمه اصلا بذر چیز خاصیه یا هیبرید بودنش اهمیتی داره؟ ببینید، بذر پایه و اساس کشاورزی است. قدم اول در کشاورزی بذر است. انواع مختلفی از بذر وجود داره که با کیفیت ترین و پر عمل کردترین نوعش بذر هیبرید هست. یه نکته من بگم، در گذشته کشاورزا بذر خودشون از محصول خودشون میگرفتن. الان بعد از تحولاتی که در زمینه کشاورزی افتاد، دیگه محصولات خیار، گوجه، فلفلی که میکارن بذر نمیده. ما هر سال نیازمند این هستیم که بذر رو بخریم. بله. چرا بذر نمیدن؟ یا بذر نمیدن عقیمن، یا اگر هم بذر بدن کشاورز تست کرده وقتی کشت میکنه توی گلخونش اون محصول قبلی نمیشه. بله. کیفیت محصول به شدت افت میکنه. به خاطر همین در هر فصل کشت میره و بذر رو خریداری میکنه. بله. این بذر کاملا از اسپانیا، ترکیه و چند خارج از کشور می اومد. چند سال پیش همتی شد، مرحوم اقتداری اینجا حرکتی رو شروع کرد، خانم دکتر همراه ایشون بودن و مجموعه دانش بنیان اومدن در یک سکوت حمایت دانشگاه رسوندن به یک زمینه کاری که برای کشور حالا این عدد بسیار جدیه. ما 600 میلیون بذر تو کشور تو این حوزه مصرف، فقط در گلخانه. جای باصفاییه. واقعیت اینه که آقای دلاوری، ما دانشگاه مدرن و دانشگاهی که امروز ازش به عنوان نسل جدید حساب میشه این دانشگاه است. دانشگاه دیگه ساختموناش نیست. یکی از این دانشمندهای اروپایی میگه که دانشگاه اونطوری دیگه به موزه تبدیل میشه و خب هوش مصنوعی از ما بهتر دانش خواهد داد، ولی این مهارت هاست، اینا این زندگی دانشگاه اینه. حالا و شما چون خودتون هم فیزیک خوندید دیگه، یعنی دکتری فیزیک دارید و آزمایشگاهی هم هست و خیلی از دانش ها و پژوهش ها که در مزرعه به وجود نمیاد که در آزمایشگاه به وجود میاد، اصلا میشه مرزهای دانش. اینجا میشه مهارت و تجارت یا نه؟ نه 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 چیه؟ آزمایشگاه مدرن از فقط آزمایشگاه کلاسیک در اون آزمایشگاه، اینجا هم الان آزمایشگاه است، آزمایشگاه فناوریه. یعنی ما اون صحنه‌ای که دیدیم رفتیم داخل دانشگاه، مزرعه اول، اون مزرعه اول، این مزرعه بعده، یعنی زندگی علمی الان گسترش پیدا کرده. نوآوری از دانش تا نوآوری، دانش فناوری نوآوری یک زنجیره‌ای شده که بایستی این امتداد رو دانشگاه داشته باشه. یعنی مقصودم اینه که الان هیئت علمی که داره ما رو تماشا میکنه ممکن نیست به شما بگه که آقا ما که رسالتمون نبود که گوجه و خیار تولید کنیم. نه، اتفاقا این بدون یک دانش جدی و یک مهارت بسیار بالای فناورانه که خود هیئت علمی اینجا حضور داره، خودش داره این ترتیبات رو تعقیب میکنه، به دست نمیاد. نکنید اینجا گوجه و خیار انبوه یا فلفل انبوه تولید نمیشه، اینجا بحث بذره. بذر یک سلطه جهانی، میدونید تو دنیا دو تا سه تا شرکتی که بذر دارن تولید میکنن، یا بوته فلفل در حقیقت سرمایه‌ای که از اینجا دست میاد یا 3000 تا بذر به دست میاد، این 3000 تا بذری که از این به دست میاد دونه شما حساب کن 10000 تومان. یعنی الان این فلفل لولمه یا بذر، اینا بذر نمیشه. نکنم یا بکنم؟ نکن یه دونه هم نکنم ببینم تو چه شکلیه. عجب بابا نه، اینا سرمایه است، اینا در حقیقت ساعت ها این بچه ها میشینن، این چون اینها بوته های بذریه، نه بوته هایی که خوردنیه، و اینها هر کدوم یک بار جدی رو با خودش داره و سرمایه در حقیقت ملی کشوره. یه فلفل لولمه ای از ما درش کردید. زنده باشید.
آقای دکتر اون بر نذاشت ما یه فلفل لولمه‌ای بچینیم. الان میتونیم گوجه بچینیم؟ متاسفانه نه. واقعا یه دونه شو نمیشه؟ خب داخل چرا؟ این 100 تا 200 دونه بذری هست که وقتی برسه و به مرحله فروش برسه یعنی کلی پول. یعنی کندنش هدر رفته. بله هر یک دونه از این گوجه ها حداقل 100-150 عدد بذر داخلش درسته که بعد از رسیدگی و استحصال قابل فروش قابل عرضه بازار. اولین باره در یه مزرعه من قرار میگیرم هیچکی نمیذاره یه دونه بچینی. یعنی ذات مزرعه این شکلیه دیگه، آدم میره توش مزرعه مولد. اینجا مزرعه مولده درسته. الان چه بخشی از بذر در ایران و اینجا داره تامین میکنه؟ پیشبینی ما و برنامه ما اینه که در سال جاری بین 5-7% نیاز بذری کشور رو در محصولاتی که در اختیارمون هست تأمین بکنیم که البته چشم انداز ما تا 30% هست برای 5 سال آیند. معمولا سیاست دنیا اینطوریه که یه سری کارها رو یک سری جاها انجام میدن، ولی تو ایران ما اینطوری هستیم، مثلا بذر تولید میکنیم. چرا باقی کشورها نمیرن به سمت مدل ما؟ همه میگن خب چهار تا مجموعه بزرگ در جهان هستن، میریم ازشون بذر میخریم. اینو تحلیل کردید که چرا این اتفاق تو دنیا میفته تو ایران برعکسشه؟ سلامت غذایی یه بحثه، امنیت غذایی یه بحث دیگه است. اگر شما میخوای استقلال سیاسی داشته باشی بایستی استقلال غذایی داشته باشی. اگر لاین مرغ رو نداشته باشی، لاین گوجه فرنگی رو نداشته باشی، لاین خیار رو نداشته باشی، به راحتی امروز نشون داده که از ابزار تحریم مردمت رو به هر حال محروم میکنن به راحتی. البته دو تا دلیل دیگه هم داره. اولا که قیمت تمام شدهش در ایران اگر تولید بشه خیلی کمتر از نوع خارجیشه، حداقل نصف مدل خارجی با همون کیفیت. نکته بعدش اینه که ما محصولی که اینجا اصلاح میکنیم در شرایط آب و هوایی ایران سازگار با آب و هوای خود ماست. رقمی که توی اروپا تولید میشه در اون شرایط آب و هوایی با بیماری ها و آفات اونجا نمیتونه در ایران به خوبی ارقامی که در خود ایران اصلاح میشن جواب بده. این مزرعه خب خیلی نشاط آور، خیلی هم خوشحال کننده است. حالا چه اینقدر بذر خاص تولید میکرد چه حتی سطح پایین تری هم بود، این توی دانشگاه آزاد اصفهان استثناست یا نه میگید رویه است؟ بخش عمده ای از دانشگاه الان درگیر این نوع از مطالعه است. فرایند در واقع فرایندیه که مدل دانشگاه است. بخش عمده ای هنوز درگیر نیستن، اما روال اصلی دانشگاه الان برای دانشگاه جا افتاده که حوزه فناوری و تبدیل دانش به فناوری و تولید یکی از محورهای اصلی و جدی دانشگاه است. دانشگاه براش اهمیت قائله و این مسیر اولویت داره دانشگاه. احساس کردم که اینجا رو بیشتر از کلاس دوست دارید. بله الان در این شرایط قرار گرفتم. بله واقعا لذت میبرم زمانهایی که در کنار گیاه داخل گلخانه یا مزرعه است. اعضای دیگه هیئت علمی چه میگن برای ورود به این عرصه؟ یعنی شده مثلا به شما بگن که منم میخوام بیام یا اینکه بله. اجازه ندادن من بیام؟ نه اتفاقا از من خیلی راهنمایی میگیرن که چطور میشه این مسیر رو ادامه داد. من در حد توانم راهنمایی میکنم. بیشترین مشکل اینه که سرفصل ها رو من فکر میکنم نمیدونن هیئت علمی که چه مسیری رو باید برن تا به سمت اون بحث تجاری سازی و درآمدزایی برسه. اگر اون سرفصل ها تعریف بشه هیئت علمی اون توانایی رو داره که برسونه به مقصد. الان اینها رنگ‌های مختلف یعنی بذر خاصی هستند یا نه شما عمدن رنگشون کردید متفاوت باشه؟ متفاوتن. یعنی مثلا الان این یک رقم خیار کشیده است با طول 16 تا 18 سانتی متر، در صورتی که این یک رقم خیار با طول مثلا 10 تا 12 سانتی متر. حالا یک تفاوت خیلی این بذر قیمتاشون چطوریه؟ ببینید مدل خارجیش در بازار هر یک دونه بذر هیبرید تا در خیار تا 5 تا 6000 تومان فروخته میشه. بله یک دونهش. چرا میگی دست نزنیم؟ چون مواد ضد میکروبی به اینا میزنیم. یعنی یه دونه این که مثل تخم مرغ گردونه 5 تا 6000 تومان. بله تومان. این چند تا خیار میده مگه؟ این خودش میشه یه بوته و این یک بوته میتونه تا 10 تا 15 کیلو محصول تولید بکنه و حتی بیشتر. ما رکورد 30 کیلو هم داشتیم.
اینجا شرکت معیار دانش پارس مستقر در دانشگاه آزاد اسلام واحد اصفهان خراسان هستش. کارتون چیه؟ آزمایشگاه آزمون هستیم. ما در 4 فیلد مختلف کار میکنیم. آموزش، آزمایشگاه، مشاوره و تولید مواد مرجع. یه چیز شبیه جدول مندلیف اینجاست. چیه ماجرا اینا؟ علت دانش بنیان شدن شرکت معیار دانش پارس دقیقاً و تولید مواد مرجع هستش که ایده محوریش هستش. مواد مرجع آزمایشگاهی یا سرتیفاید رفرنس متریال برای کالیبره کردن دستگاه‌ها نیازه. برای اولین بار در کشور و در خاورمیانه این مواد داره تولید میشه. مواد هستن با حجم کم، بله، تمام اینها 160 ماده همه از بیرون وارد میشن، بسیار عرض برن، حجم کم و قیمت خیلی بالایی دارن. سلام بچه‌ها. سلام. اینجا آزمایشگاه دانشگاه است، یعنی بچه‌ها میان واحداشون اینجا پاس میکنن یا نه آزمایشگاهیه که مرتبط به شرکته؟ ببینید، شرکتی است که با سهامی دانشگاه ایجاد شده، شرکت خصوصی هستش و کار اصلیش کار آزمونه. بستری آماده شده، آنچه که دانشجو سر کلاس یاد میگیره میتونه اینجا بیاد عملی ببینه. یعنی هر دانشجویی بخواد میتونه بیاد اینجا کار کنه با هماهنگی. ولی کار اصلی این شرکت با سازمان‌های حاکمیتی هستش، از جمله اداره استاندارد، غذا، دارو، بهداشت محیط. یعنی نمونه های مختلف از جاهای مختلف میارن اینجا، شما آزمایش میکنید، نتیجه آزمایش رو اعلام میکنید. آقای دلار، یه خورده من این ما برای اینکه آزمایش قدیما یادتون باشه، وقتی که استاندارد میمد تو محله ها ترازی رو میابرد، با یه سنگ ترازی میدید که ترازی های مردم استاندارد یا نه، یک کیلوشون یک کیلو هست یا نه. این قدیما اونایی که بزرگتر ما یادشونه. ما برای اینکه تو کشور آزمایشگاه استاندارد داشته باشیم، لازمه در حقیقت یک مواد استاندارد درست کنیم. یعنی در حقیقت اینکه آیا دکتر میفهمند مجموعه حاکمیتی برای اینکه اینها میخوان همواره گوشت مردم، نون مردم، همه مواد غذایی، غیر بهداشتی، همه اینها با اصلی با یک استانداردی تست بشه که این استاندارد رو باید جای تولید کنه. دانشگاه تونست اون موادی که تا حالا از همیشه از خارج میومد، اون ماده استاندارد رو خودشون ایجاد بکنن. حالا یه عدد به ما بدید که ببینیم دانشگاه آزاد چقدر از این شرکت ها دارد. یعنی ممکنه که بیننده بگه خیلی خب، حالا فرض کنیم یکی دو تا پنج تا ده تا هم ساختیم، همه دانشگاه های همچین چیزهایی دارد، نرخ و نسبت به کل دانشگاه آزاد چجوری محاسبه میشه؟ من یه نکته رو بگم، تعداد آزمایشگاه اساساً مهم نیست. اینکه این آزمایشگاه بتونه مولد دارایی برای دانشگاه، یعنی این آزمایشگاه به جای اینکه ما صرفاً به شهری دیگه تکی کنیم، از این آزمایشگاه داریم پولمون رو در میاریم. چقدر دارایی این ما الان تو همین استان مجموعه هایی که خواهیم دید، 2 ماه حقوق دانشگاه رو در حقیقت که کلیه کارکنان و هیئت علمیه از منافعی است که از کار این شرکت های دانشگاه که تأسیس شده در کل کشور. ما چیزی که داریم امسال قید میکنیم حتما بالای 1000 میلیارد ما تونستیم انشاءالله از این محل در بیاریم. افقی که تعیین کردیم امسال سال پیش رو 402 403 بعد 2000 میلیارد در بیاریم. 401 چقدر در آورد؟ 1000 میلیارد عرض کردم محقق شد. ما در این مجموعه ها تونستن درآمدهای از مجموعه فعالیت های غیر شهریه ای رو وارد صحنه دانشگاه بکنن. برای اینکه روشن بشه، 1000 میلیارد اینجاست، میزان شهریه چقدر در سال؟ نیا کنید، ما 12000 میلیارد سال گذشته شهریه همه. الان مجموع هزینه پس میشه 12 به علاوه 1، میشه در سالی که گذشت 12 به اضافه 1، حالا با 2000 میلیارد میگه امسال بتونیم از این محل در بیاریم. 1000 میشه امسال 2000 یه 2000 بله بله، چون خیلی از بحثامون به ثمر نشسته.
یه فهرست خوشمزه اینجا از زیتون شور و کنسرو لوبیا و ماجرا چیه؟ تقریبا 400 نوع محصول غذایی که در کشور تولید میشه رو ما کنترل کیفیت انجام میدیم. کل آزمون‌های مد نظر، شیمی، دستگاهی، میکروبیولوژی از تقریبا 31 استان کشور از طریق سازمان‌های استاندارد، ادارات استاندارد. نمونه غذاها نمونه ها میاد اینجا. ما موظفیم بر مبنای استاندارد ملی ایران اینو کنترل کیفی کنیم. شما برند این محصول هم میدونید چه برندیه؟ یعنی پذیرش ما میدونه، آزمایشگاه نمیدونه. یعنی ما یک نرم افزاری داریم که پذیرش اطلاعاتو ثبت میکنه، آزمایشگاه فقط اثری نذاره روی کاری که میکنه. و اینکه بعد از اینکه این کارو رو انجام دادید کدوم این خوراکی‌ها رو خودتون مصرف نمی‌کنید دیگه؟ ما همه رو مجبوری مصرف می‌کنیم. نه تو منزلتون. تو منزلم همینجوره. ولی ما بین بد و بدتر یا خوب و خوبتر میتونیم انتخاب بکنیم. خب یه حرفایی زده میشه درباره کیفیت مواد غذایی در ایران که آقا خیلی‌هاشون مثلا آلودن، سم توشون خیلی زیاده، سم‌ها خیلی بیشتر از اندازه استانداردن. همینطوریه؟ شما اینجا به نظر اصلاً چنین چیزی نیست. اینا حرفای عامیانه است. اون محصولی که آرم یا لوگو سازمان ملی استاندارد داره یا سازمان غذا و دارو حتما کنترل کیفیت شده، مخصوصا محصولی که لوگو سازمان استاندارد داره حتما طبق استاندارد ملی ایران کل تستاش پاس شده. یعنی خود شما با اطمینان 100% مصرف میکنی وقتی حتما من پیشنهادم استفاده از محصولات غذایی صنعتی تا سنتی. از این چیزا قوطیا مادر بزرگی شما خرید نمی‌کنی؟ حتما بار میکروبیولوژیش بالاست، در این شک نکنید. حالا اگر آلودگی های دیگه‌ای هم داره به لحاظ روحی روانی ما فکر میکنیم اون ترشیه که ریختن توی یه کوزه بعد یه چیزی هم بستن دورش اون خیلی بهتره. اینجا اگر کوچکترین ایرادی در مورد کنترل کیفیت ایجاد بشه ما مردودش میکنیم. سازمان استاندارد نمره منفی به تولید کننده میده، نمره منفی به 150 در سال برسه کارخونه پالمپ میشه. محصولات باقی هم اینجا بررسی میشه. بله. سیفیجات، میوه‌جات. توی میوه‌جات و سیفیجات نتیجه چیه؟ بالاخره باغمان سمون وجود داره، نه اینکه وجود نداره، ولی زیر حد مجازه. و اون جاهایی هم که بالای حد مجاز باشه ما مردودش میکنیم و اجازه توزیع داده نمیشه. الان شما خودت میوه، غذا، همه چی با خیال راحت میخری و مصرف میکنی؟ شک و تردید نداری؟ من این کارو میکنم ولی بین برندها انتخاب میکنم. خب بعدن یواشکی به ما بگو. حتما محصولات لبنی رو پیدا کنید. حتما روغن زیرو ترانس دروغ محض اصلا استفاده نکنید. زیرو ترانس نداریم؟ اصلا دستگاهی که بتونه زیرو اندازه‌گیری کنه در دنیا وجود نداره. این مافیای روغنیه که دیگه 0% ترانس اصلا نداریم. آقا واضح خودت چیا رو مصرف نمی‌کنی؟ سس هرگز. هرگز مصرف نمی‌کنی؟ سس مایونز هرگز مصرف نمی‌کنی؟ ربای گوجه فرنگی نگهدارنده نداره. این یک موضوع عامیانه است که ایجاد کردن. روغن‌های سنتی که در سوپریا در مغازه‌ها میرید بعد میگن این روغن کولد پرسه، این اصلا جایز نیست. روغن باید بیاد یک سری از ترکیباتش مثل ترکیبات روغن سنتی. یعنی چی؟ مثلا شما میرید روغن زیتون براتون میگیرن یا میرید روغن کنجد تو همین مغازه‌ها براتون سنتی. میگیرن سنتی کولد پرس در حضور شما میگن روغنگیری در حضور شما. خب. این کارو نکنید. چرا؟ اون دانه کنجد اون به لحاظ بسیار از پارامترها مخصوصا سم آفلوتوکسینش باید تست شده باشه. مغازه‌دار هیچ موقع چنین کار نمی‌کنه ولی کارخونه دار موظف این کارو بکنه. روغن‌ها رو حتما صنعتی بخریم. بله. یعنی بسته‌بندی‌های استاندارد. لوگوی استاندارد داشته باشه. توی باقی محصولات مثلا برنج نکته‌ای داری؟ حتما برنج‌های ایرانی رو بیشتر استفاده کنن. این بحث این که مثلا برنج آزمایش شده که برنج خارجی سال‌ها و طرح‌های متفاوت مثلا برنج های پاراگوئه رو ما داشتیم، برنج های هند رو داشتیم. اصلا هند خودش اعلام میکنه برنج من آرسنیک داره. خب برنج ایرانی مصرف کنن؟ دقیقا برنج ایرانی خیلی گرونه دیگه. آره خب خیلی واقعا نمیتونن دیگه مصرف کنن. آبهای معدنی، آبهای آشامیدنی بسته‌بندی تا اونجایی که میتونن استفاده نکنن. یعنی آب چاه اگر بخورین خیلی بهتره، فوقش سنگ کلیه میگیرید. چرا؟ آب آشامیدنی و آب معدنی در بطری‌های پت ریخته میشه. ولی پلی‌اتر ترفتالات اینا پلیمریه و اینا شرایط نگهداری خاص داره. تمام مغازه‌دارا چون جا ندارن یا اینا رو میذارن توی پیاده‌رو توی آفتاب یا وقتی میخوان به شما گرونتر بفروشن میذارن تو فریزر. گرما و سرما مونومرهای واکنش نداده اینها رو آزاد میکنه توی آب. و وجود فتالات ها در آب آشامیدنی و معدنی بسته‌بندی شده الان اثبات شده است و بسیاری از مشکلاتی که برای مخصوصا آقایون ایجاد می‌کنه. آقا خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. داغ شد خلاصه.
یکی از سرمایه های دانشگاه آزاد اسلامی در حل مسئله و نمایشگاه های جدیش اینجاست. ما خدمت های دکتر هستیم که دکتر جلالیان که انصافاً از سرمایه های دانشگاه است. کشور ما مردم از گرد و غبار دارن رنج میگیرن، از اون طرف سرزمین های ما داره خوش میشه و لازمه که طوری که محیط زیست آسیب نبینه ما بیایم این رو مهار کنیم. آیا دکتر عمرش واسه این گذاشته و طرح مسئله ای رو گذاشته که خود من خدمت های دکتر سلاجقه بودم، رئیس سازمان محیط زیست، میگفت این مسئله آیا دکتر مرجعه و این کاری که کرده بی نظیره، ولی ما نمیدونم چرا اجرا نمیشه. ما اومدیم وقتی این مشکل گرد و غبار که در کشور وجود داره، یک گروه را انداختیم که همکارا با اینجا هستن، که میگیم از یک ماده معدنی استفاده کنیم، فناوری بکنیم که محیط زیست دوست باشه، دوستدار طبیعت باشه، اقتصادی باشه. این رو پیداش کردیم، مثل بنتونایت کلسیوم دار، سال 1194 1195 معاملت علی فناوری ریاست جمهوری بودجه به ما داد، در مهمترین کانون فرسایش بادی که در شرق اصفهان هست، سیزی که 25 کیلومتری شرق اصفهان هست، گرد و غبارش هم رو سطح شهر ما در سطح 65 هکتار مارسپاشی کردیم و سال بعد هم اومدیم پایشش کردیم، نشون داد که بالای 95% فرسایش رو کنترل کرده بعد از 4-5 سال. الان بالای 7 سال ماندگاری داره. یه کانون‌های گرد و غبار هست تو ایران یا حتی اطراف ایران که مدام ازش خاک میاد، این خاکی که میاد روی ما یه بخشش از اونجاست، میرن با یه ماده نفتی، ماده نفتی رو میپاشن تو همون کانون‌های گرد و غبار برای اینکه این روی زمین ثابت بشه که آثار سوء محیط زیستی داره. شما تجزیه میشه، صحبتتون اینه که یه ماده طبیعی پیدا کرد که همون کار رو از اونم بهتر انجام میده، خیلی ارزش یک دهم تا یه هشتم قیمتش، اینم الان بدونید که یک دهم تا یک هشتم قیمت ماده نفتیه. یک حرفی هست که آقا اصولا مالش پاشی یک کار بی ثمره، یعنی شما اگه امروز هم انجامش بدی بعد چند سال دوباره وضعیت برمیگرده به وضع قبل. شما که متخصصید نظرتون چیه؟ ببینید ما مالچ روسی که استفاده کردیم الان بواندگاری بالای 7 سال داره و پوشش گیاهی منطقه، طبیعی منطقه، به خاطر اینکه ذخیره رطوبت میکنه و رطوبت هوا رو میگه برمیگرده. یعنی شما به عنوان متخصص میگید اگه با این ماده کل کانونهای گرد و غبار مالچ پاشی بشود، موضوع گرد و غبار حل میشود در ایران؟ ممکنه که نیاز باشه در بعضی جاها هم نهایی کاری هم با این تلفیق انجام بشه، شانس به حساب این بیشتر خواهد بود. حالا شدت کنترل خواهد بود. بریم تونل بادتون رو ببینیم. همینه. روشنش هم بکنید. این موضوع تونل باد چیه؟ مثلا ما الان اومدیم از عراق یه دانشجو داریم از زیغار، استان زیغار عراق که نزدیک بصره است، جنوب عراق، آورده خاک که الان نمودش اینجا. ما این سینی ها در به حساب پیمار کردیم با 16 گرم دلدیت بنتونایت، به یک ماه و دو ماه به حساب اومدیم گذاشتیم زیر این تونل باد با 14 متر در ثانیه که تقریبا سرعت بالایی هم هست، وقتی تبدیلش بکنیم به 10 متر و تبدیلش بکنیم به حساب 3.6 تمام هم ضرب میکنیم که کیلومتر در ساعت، ما هیچ گونه فرسایشی نداشتیم تو این دوتا. به سیده هم که بسیده هیچ گونه فرسایشی ولی میزان پایه‌داری این ماد رو روی سطح زمین بعد در صحرا هم همینطوره. خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ آقای دلاوری قدیما پدر مادر ها بچه هایی که 14-15 ساله میشدن با خودشون میبردن سر کار، مغازه خودشون شروع میکرد، بچه اونجا محیط تربیت اجتماعی رو و برای شغل پیدا کردن آماده میشد. وقتی بچه هاشون رو به ما سپردن تو دانشگاه ها این قطع شد، دیگه ما بچه ها رو با محیط کار آشنا نکردیم. من 3 سال پیش اومدم اینجا، شاید 4 سال پیش با صنعت صدا زدم، آقا چرا بچه های دانشگاه رو استخدام نمی کنی؟ گفتم برای اینکه بچه های شما 24 ساله میاد تو کارخونه تا
کارگره میگه برو اصلا فلان آچارو بیار، میره یه چیز دیگه میاره، خب اینجا بهش بر میخوره، یه خورده بار سنگی میشه. اساسا این برای محیط کار به وجود نیومده. همون موقع ما نشستیم فکر کردیم یه طرحی را انداختیم به عنوان پویش اشتغال، بهش میگیم پویش. از اصفهان هم شروع شد. مشکلات اداری زیادی داشت، اما بچه ها هر سال شروع ترم میاد، صنعت فراخوان میشه، صنعت میاد میشینه، دانشجو هم ثبت نام میکنن، یک در حقیقت جلسات اینتری شکل میگیره، جلسایی که پذیرش و مصاحبه است. امروز 600 نفر از بچهای دانشگاه خراسان ما ثبت نام کردن و چیز حدود 10 تا صنعت اومده، به عنوان مثال آموزش پرورش، شرکت‌های مختلف، اینا اومدن که دانشجوی پویشی بگیرن. خب حالا با توجه به اینکه عدد دانشجوهایی که تا حالا رفتن توی این حوزه 6000 نفره، بله، و 4 سال ازش گذشته، این عدد عدد نه. کمی نیست. نه کنید، ما بعد از کرونا اولا تر شروع شد، تا ما مشکلات کشور، نه کنید وزارت کار، تامین اجتماعی، اینا یک موانع بسیار جدی است، تا تونستیم اونها رو قانع کنیم که آقا دانشجو که میره سر کلاس، این به عنوان میره تو کارخونه، تو نرو یقه کارفرما رو بگیر که آقا بیمش کوتا، این کارورزه 2 سال طول کشید. و یه نکته مهمی هست، حالا خیلی از بچهای دانشگاه آزاد ما رو میبینن تو سراسر ایران، بعد میگن آقا او ما چنین چیزی اصلا ندیدیم، خب چنین مجلسی اصلا ندیدیم. الان اکثر دانشگاه ما دیگه این مجلس رو دارن. استانها از اصفهان پایلوت شد، بعد آذربایجان غربی، فارس، زنجان، خیلی از اینا شروع شده. اتفاقا یکی از علتهایی که از من میپرسند که این 4 سال اخیر چرا دانشجوهای دانشگاه آزاد انقدر زیاد شده، جوابش همینه، ما مردم اینا رو دارن میبینن. اتفاقا ما چیزی سالی 150,000 تا دانشجومون داره اضافه میشه، یعنی مردم به ذوق ترقویش اومده اصلا. مردم به ذوق این که ما یه شعار داریم، ما فکر اشتغال بچهاتون هستیم. یکیش پویشه، یکیش شرکت معیار دانشه، یکیش شرکت هایی که بستر کار دانشی رو دارن. فکر نمی کنید تعداد دانشجوهاتون با طرحاتون خیلی نسبتش خیلی کمه؟ نه کنید، بایستی همه جای دنیا باید تجربه موفق و اول ساخت. رشد بادکنکی خطرناکه، این طرحها رو ما اول مراقبتش میکنیم، جای تثبیتش میکنیم، تکثیرش به یک باره. ما یه مشکلی تو کشور داریم، طرحهایی که هستن و نیستن، یعنی میگن آقا ما چنین کاری داریم میکنیم، بعد میبینی اصلا انقدر اثر کمه که بود و نبودش با هم فرق نمی کنه. ما یه برنامه 5 ساله داریم تو دانشگاه آزاد، سال به سال مشخص کرده که اینها علاوه عددی چند برابر باید بشه. ما یه سال چندم الان برنامه در حقیقت امسال وارد سال سوم میشه، ما امسال بایستی به 10% دانشجوهامون طرح پویشی برسیم. یه معاونت در تهران داریم، میرسه امسال انشالله با برنامه ریزی جدی 10% از ورودیامون، ورودی های لیسانس ما. چند تا ورودی داریم؟ ما چیزی حدود 300,000 تا ورودی لیسانس داریم، امسال بایستی 30,000 طرح پویشی بشه. 6,000 میشه 30,000 باید بشه. بله. سلام، خوب هستید؟ زنده باشید. شما کدوم مجموعه هستید؟ شرکت پولی اکلسفان هستیم. شرکت پولی اکلسفان. شما میخواید دانشجو جذب کنید؟ بله بله، دانشجو و فارغ التحصیل. دنبال آدمهایی میگردیم که یک مشکل سربازی نداشته باشن و تو طول تحصیلشون چه همه دارن؟ چی؟ نه توشون هستن افرادی که معافیت دارن یا سبادشون رو رفتن بعد اومدن تحصیل کردن. چون معمولا دو بچه ها یه قسمت عمده ایشون گیر میافتن به سربازی، یعنی بعد از اینکه تحصیلش رو تمام میشه مجبور میشن از ما جدا بشن، این عملا کاربردی برای ما نداره، یعنی خلایی ایجاد نکنه. سربازی خب همونطور که شرکن دختر خانوما خیلی شانسشون تو این کارا میره بالا و این نکته سربازی. حالا با ستاد کل صحبتایی داشتیم روی بحث، من تا هنوز موفق نشدیم، چیزی پیش نرفته، ولی واقعیت اینه که این بحثی که کردن خیلی بحث جدیه. ستاد کل کدوم دوربینم من؟ ستاد کل هر موقعی که ما حرف سربازی زدیم بسیار بهشون برخورد و بسیار ما رو مورد عتاب و خطاب قرار دادن. اتفاقا خوب شد اینجا این بحث مطرح شد. به این موضوعات فکر کنید، یعنی اگر که داره یه جریانی از یه جایی قطع میشه، خب بعد شما میگید ما میخوایم تو سربازی به طرف حرفه یاد بدیم، حرفه خودش از دستش میره، یعنی الان
امکان این هست که تو مجموعه صنعتی از دانشجویی شروع کنه. بله. فقط سربازی مانع میشه. اصلا دلاوری اگه بچه 18 سالگی نره تو کار و تو سند نره، 24 سالگی 26 سالگی دیره. ما بچه رو 12 سال تو مدرسه پشت میز میشونیم، میگیم 5 سال هم تو دانشگاه بشین حالا برو سربازی. نه برو سربازی، برای از ما میز نخوا. چرا بچه ها شغل اداری میخوان؟ برای اینکه بچه تو سن یادگیریش که همون 18 سال میاد دانشگاه، 19 سالگی بایستی بره تو سنه. اینا بچه هایی که سفتان ها اونجا میکنن، اینجا منتظرم برن واسه مصاحبه. از قبلت سربت نام کردم توی سایت اینجا میان فرم پر میکنم، منتظر میمونن که چطور کنم مصاحبه بشن. خب ببین بچه ها بیان یکی دوتاشون اینجا میخوای بری سر میزشون باشون صحبت کنی راحت بگی. آره بریم بریم سر میز بچه ها باشون صحبت کنیم. خب خوب هستید بچه ها؟ خب شما تو چه مرحله هستید الان؟ من استخدام شدم و خب از طریق طرح پویش با شرکت آشنا شدم. فارغ التحصیل شدید؟ نه من ترم 3 هستم. تو همین طرح پویش استخدام بله شدید؟ بله از طریق دانشگاه با طرح پویش آشنا شدم و شرکت کردم و استخدام شدم. این طرح پویش واقعا مجرای استخدامه یا شما شانس آوردید؟ مجرای استخدامه. یکی از دغدغه ها الان اینه که دانشجوها بتونن تو رشته خودشون کار پیدا کنن. ما خیلی وقتا به این طرح ها شک میکنیم، میگیم که یه چیزی حالا گذاشتن مثلا یه طرح پویش ولی اصلا عملی نمیشود. و من حتی بعضی دانشجوهای دانشگاه آزاد باشون حرف زدم تا ما اصلا طرح پویش خبرم حتی نداریم. میخوام ببینم که درست. تو جمع بچه‌هاتون و اطرافیانتون واقعا دارید استخدام میشید؟ بله بله، ما وقتی که شرکت کردیم چند تا شرکت ثبت نام کردیم و از 3 تا شرکت فکر کنم با خود من تماس گرفتن که حالا من یکی از مصاحبه‌ها رو رفتم اونجا استخدام شدم. شما چطور؟ منم الان دوره کارآموزی رو دارم میگذرونم. بنرش رو زده بودن توی دانشگاه طرح پویش و ما رفتیم اونجا. حالا با چند تا شرکت مصاحبه کردیم، ثبت نام کردیم. آخرش هم حالا اون شرکتی که برشتم میخورد و من انتخاب کردم. کارآموزی کی تمام میشه؟ کارآموزیم اواسط شهریور دیگه تمام میشه. اون موقع لیسانس رو گرفتید یا نه هنوز؟ نه نه من ترم 3 هم. این کارآموزی خود طرح پویشه. بله بله. بعد کارآموزی استخدام میشید قطعا یا ممکنه بشید ممکنه نشید؟ بله اگر بله استخدام میشه. اگه راضی باشن ازتون بله، استخدام میشید؟ بله اگر راضی باشن. بله. چقدر فرق کرده؟ قدیما نبود این شکلی، یعنی شما هم استخدام شدید. ترم چندید؟ من ترم 3 هم. 3 چه رشته ای؟ رشته مهندسی کامپیوتر. اگه این طرح اشکالی هم داره بگید از آقای تهرانشی رو دروسی نکنید. طرح واقعا داره درست کار میکنه بچه های یکم تعداد شرکت ها کم بدید. یکم تعداد شرکت ها هنوز کم هست چون یه جورایی طرح جوانیه، ولی اگر تعداد شرکت ها بیشتر بشه قطعا همه کسایی که نیاز دارن توی این طرح شرکت کنن میتونن حالا یه شغلی به دست بیارن یا حالا اون مهارتی که دارن. و الان من یه سوال دارم از جان، رشته چی بود شما؟ من مهندسی کامپیوتر هستم. چند تا از بچهای شما تو طرح پویش شرکت کردن اومدن این مسیر رو مثل من شما؟ من از دوستان خودم هلوشه شاید 8 نفر اقدام کردن برای این طرح و اونایی که پیگیر بودن 5 نفرشون برای چی بقیه بچه‌ها نمیان؟ اطلاع رسانی شاید، شاید اینکه مثلا همه به هم میگید دیگه توی دانشگاه دیگه یک کلاس 40 نفر 5 نفر بقیه چرا نیومدن؟ این واسه ما جالبه. قدیم به ما میگفتن یه جا کار میدن 10 نفر 20 نفر با هم دیگه میرفتیم. نمیدونم حقیقتا، یعنی با هم حرف میزنید ارزیابیتون چیه؟ با بچه ها حرف زدید؟ یکم هنوز به این باور ندارن که حالا برای همه هست. آه میگن همینطوری نه؟ بله باور نکردن. شما باور کردید یا؟ من شرکت کردم و الان راضیم. بچه ها خواهش میکنم تعارف نکنید. الان رؤسای دانشگاه نشستن اینجا، نگید که من یه چیزایی رو نگم. این طرح پویش اگر مسئله ای داره، اگه انجام نمیشه، اگه پیشم نمیره، بگید لطفا. الان شما تو چه مرحله‌ای هستید؟ من ترم سوم مهندس صنایع هستم و از اردیبهشت توی طرح پویش شرکت کردم. چطور بود؟ کار پیش رفت؟ بله خدا رو شکر خیلی خوب بود. اینکه آدم با آینده شغلیش که قرار بره استخدام شدید؟ نه هنوز. چرا پس پیش رفت میگید؟ نه اینکه مثلا میدونم که در آینده قرار شغلم چی باشه، اینکه همزمان با اینکه دارم تدریس میکنم شغل آینده من میبینم که چیه. در حالی که داری درس میخونی با اون محیط کاره الان پیوندی؟ بله. خوردید؟ کارآموزی رفتی؟ بله کارآموزی.
آقای دکتر، من این شک برام ایجاد میشه، میگم که اگر طرح پویش همینقدر روانه و همه چی سر جاشه، اولا چرا تو 3-4 سال 6000 نفر بیشتر نشده در سراسر ایران، و دو این که پس چرا همه بچه‌ها نمیان؟ دو سالشو ببخشید من درگیره نه اجازه بدین حالا که بچون وزلات قانونی که ما متاسفانه تو این کشور داریم، تأمین اجتماعی، اداره کار و حل کردن این موضوعات پیچیده ترین کمپلکس ما، قبل از اینکه در واقع صنعت باید باورش بشه که اگه این بچه های ما رو به کار بگیره ببره تو محیط، براش مشکلی به وجود نمیاد. یعنی نکته اول و مهمترین نکته اینه که اینا نگرانی هاشون برطرف بشه دونه به دونه. چه مرحله‌ای هستی شما؟ سلام خدمت شما. خب من رشته علوم تربیتی هم، من تا خب فارغ از این، طرح پویش به نظر من یه مشکلی داره، اینه که اینکه بخواد دانشجوها رو آگاه کنه. یعنی من خودم خیلی دیر متوجه شدم طرح پویش چجوریه، با این چیه؟ همه در دیوار دانشگاه بنر زدن، تابلو زدن. بله، ولی به نظر من آگاهیش با شبکه مجازی بهتره. یعنی توی شبکه مجازی خیلی از بس همه سرات گوشیه اونجا باید با هم دیگه حرف بزنید. تا طرح پویش رو بخوان تو در و دایرش بزنید. ترم چنده شما؟ ترم سوم. آید آقا ترم یک اومده، ترم سوم اومده واسه مصاحبه میگه خبر ندارم. خب راست سه ترم هم خیلیه دیگه، میشه ترم یک متوجه بشه. مدت طولانیه، شاید بیش از یه دهه است که قارچ‌ها تو ایران خیلی مد شدن. یعنی مداوم هی تبلیغات می‌بینیم این طرف اون طرف که قارچ فلان، قارچ فلان، اینو اگه بخوری چنین میشه، چنان میشه. شما هم یکی از تولیدکننده‌های همین نوع قارچ‌هایی؟ بله بله، شرکت ما در اصل داره روی قارچ‌های دارویی خوراکی کار می‌کنه. یعنی قارچ همین قارچ‌های معمول رو اما غنی‌سازیش کردیم. یه گونه ای ازش، بله بهش میگن بلازه‌ای، همین رو بسترش رو غنی‌سازی کردیم. ماده مؤثرهای داخل خود قارچ هم افزایش پیدا کرده واسه ورزشکاران و همچنین واسه افرادی که بخوان حالا بحث گیاه‌خواری رو پیش ببرن جایگزین. شما حالا اسمش هم نشنیدید. خب معمولا توی ایران بیشتر رو قارچ‌های خوراکی کار کرده. خوشبختانه دانشگاه آزاد اصفهان روی از جمله دانشگاهی است رو بحث‌های قارچ‌های دارویی خوراکی کار کرده که تولیدش داخل خود دانشگاه است، روش مقاله داده میشه و خروجی محصول هم ازش داشتیم. رشته تحصیلیتون؟ کشاورزی هستم. کشاورزی همین دانشگاه. چه مقطعی؟ کارشناسی. درسته. بله. الان بچه‌هایی که مال این دانشگاه چند نفر پیش شما هستن؟ تقریبا بگم 90% بچه‌هایی که اینجا مشغول هستن بچه‌های دانشگاه آزاد هستن. حتی از طرح پویش تقریبا 4 نفر رو داریم که اومدن. حالا علاقمندی که میگن آقا بچه‌ها نمیدونم کم تجربه‌ن و نمیدونم نیارن توی سیستم کار، برعکس شده واسه ما. افرادی که میان توی طرح پویش انگیزه دارن، فقط دنبال اینه که اون انرژی، اون انرژی که دارن اینجا استفادهش بکنن. و ماشاءالله دانشگاه آزاد واقعا کمکتون کرد. بله بله واقعا. چقدر اذیتتون کرد؟ اذیتم خب بعض وقتا میگن اصلا تا تضادها نباشی که رشد نمی‌کنیم. اون تضادها اصلا جلوی شما داره میگه به خدا. نه جلوی من چیه؟ جلوی دکتر نجفی گفت. الان بریم میگه من دلم خون از دست داد. نه نه من تو چشاشو نگاه نکردم، به شما نگاه کردم حقیقتو میگم. من یه توضیح خدمتتون بگم. یه سری از محصولات هست که تو خود گلخونه‌های دانشگاه کشت میشه، تو واحد کنار خشک میشه و اینجا فراوری میشه و قسمت بسته‌بندی هم بسته‌بندی می‌کنیم و روانه بازار می‌کنیم. یعنی کل این فعالیت‌ها تو محیط خود دانشگاه است. یه نکته خیلی جالب که حالا برنامه‌ریزی خیلی جالب مدیران حالا خود دانشگاه بوده که اصلا اومدن مهره‌ها رو کنار همدیگه چیدن تا یک از کشت محصول تا بسته‌بندی و فراوریش تو یه خود دانشگاه انجام بده. یعنی الان باید به همه واحدهای دانشگاه آزاد بر بخوره. هر واحد دانشگاهی، اونایی که نداریم، هر واحد دانشگاهی میریم خود کار کردن رو هم باید ببینیم. بله. چه دولتی چه آزاد فرقی هم نمی کنه. خب آقای دکتر اینجا کجاست؟ نجف آباد. نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، بزرگترین واحد دانشگاهی دانشگاه کشور از لحاظ مساحت فیزیکی و مثل علوم تحقیقات واحد ویژه هست در شبکه در حقیقت علوم تحقیقات ما هست و در حقیقت ما دو تا
دانشگاه مستقل داریم، واحد مستقل داریم که یکیش علوم تحقیقات تهرانه، یکیش هم اینجاست. و پردیس فناوری، پارک علم فناوری. پارک علم فناوری کارش چیه؟ عملا اینجا قراره که تبدیل علم به ثروت اتفاق بیفته. یعنی مجموعه ای از شرکت‌های بزرگ کنار دانش بنیان ها. توی این طبقه عملاً بچه‌های فناوری که میان حاضر میشن در مجموعه‌های بینشک نیاز به حمایت مالی دارن و مخصوصاً زمانی که قراره که این فعالیتی که داره به اتفاق میفته مبتنی بر نیاز صنایع باشه. توی این لاینی که مشاهده میکنید همه صنایعی که قراره که حمایت بکنن از ایده ها و فرصت هایی که میتونن براشون ایجاد بکنند مهیا میشه. شرکت های متفاوتی هستن الان در این فضا که این شرکت ها وظیفه شون هم تامین مالی و هم تامین خوراک نیاز فناوران است. در حقیقت ارتباط دانشگاه صنعت اینجا داره شکل میگیره که این قسمت صنعتی که اومده مستقر شد. خب این صنعت هنوز بالا هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی این طرح آماده نشده چرا؟ هنوز ابعادش معلوم نشده، این چه کمکی میتونم بکنم؟ هر کدوم از این صنایع وقتی که میان داخل این مجموعه قرار میگیرن اصطلاحا کلان روندهای تحقیقاتی خودشون رو استخراج کردن. مثلا در مورد هوش مصنوعی با اعلام نیاز هوش مصنوعی وارد مجموعه میشن. طبقه بالا استارتاپ ها و تیم های فناورانه ای هستن که مبتنی بر این نیاز میان و شروع میکنن، تعامل برقرار میشه و در صورتی که بتونه پروپوزالش تصویب بشه حمایت مالی ازش اتفاق میفته. منظورم اینه که اینا با ایمیل هم میشه انجامش داد یا حتی برن حضوری هم دیگر رو تو محل ببینن. یه دفتر اینجا یه دفتر بالا یه کمی زیادی نیست؟ استفاده از ظرفیت 25,000 نفر دانشجوه، یعنی 25,000 فکر و یک نوع خلاقیت. یعنی مثلا الان شرکت فرض کنید نفت سپاهان هر روز یک نفر ازش اینجا نشسته. البته ما هم سوق میدیم کلان روندهای تحقیقاتیشو به سمت دانشکده ها و اینجا اون دیدار بین محقق و صنعت اتفاق میفته. الان پروژه الان با مجموعه شرکت فولاد مبارکه الان 122 پایان نامه حمایتی الان شکل گرفته با حمایت حدود 1,200,000,000 تومان. فناور که انتخاب میشه نگاه اول نگاه حمایتی پایان نامه است، نگاه بعدی نگاه سرمایه گذاری برای اینه که اون فناوری که تولید شده رو به تجاری سازی نزدیک. این قسمت الان داریم نمونه شو. بله طبقه بالا با عهده فناورمون هستن. سلام. شما فارغ التحصیل دانشگاه آزادی؟ بله من دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی خدمت های دکتر نو دانشگاه نجف آباد. تصمیم گرفتید که چه کنید؟ یه کودی رو تولید کردید درسته؟ ما اومدیم از پس آبای چغندر قندی یه کود مبتنی بر بیولوژیکا که تو دنیا فعلا فقط بلژیک داره و کشور ما که کود شیمیایی سم شیمیایی کامل هست میشه با هزینه خود شرکت هم اومدیم تو سایت دانشگاه نجف آباد، یعنی اول شرکتی هستیم که تونستیم پروانه بهره برداری یا بگم هیچ گونه آلودگی نداشت کود شیمیایی سم شیمیایی به حد صفر میرسونه. به تولید تجاری رسید؟ بله ما روزانه الان 3 تن تولید داریم که خب خدا شکر فروشمون هم خوبه، یعنی کامل کشاورز میره و انشالله حالا تو توسعه همون داریم که خطمون رو بیاریم به روزانه 100 تن تا 120 تن. شما این پروتز ها رو تولید میکنید؟ بله اینا مفصل زانو برای افرادی که قطع عضو شدن هستش. فرد این زانوه؟ بله فردی که پاشو کامل از دست داده اینها عضو جایگزین اون عضو طبیعیشون میشه. یعنی این میره توی پای طرف؟ یعنی پاشو قطع شده و پارا نداره خوب؟ به عنوان پای مصنوعی اینو استفاده میشه. ما اولین شرکتی هستیم که توی ایران این تکنولوژی رو داریم و تقریبا هفتمین شرکت توی دنیا که به تکنولوژی مفاصل هیدرولیک دست پیدا کرده. در مورد سال 97 این پروژه استارت خورد توی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد. مجوزهای وزارتخانه بهداشت و مجوز بله همه رو مجوز آیمت داریم، شرکت دانش بنیان داره و الان استفاده شده محصولات. بله مفصل استفاده شده. ما خیلی همه چی راحت و سهل الوصول انگار، یعنی انگار شما اومدی دانشگاه امکانات داده شما هم که با هم خیلی خیلی خارجیه همین جوریه. خب حالا واقعیت رو بگید. لحظه به لحظهش حتی همین الانه که خط تولید رو یعنی آدم فکر میکنه میاد اینجا یه اتاق میگیره پایینم که مهامی مالیه و تموم شد دیگه.
اصلا چجوریه؟ گیرش کجاست؟ سختیش کجاست؟ شب‌ها بیداری کشیدن و سال‌ها سختی و تلاش دارم. بنده خودم رشتم برق بود و مهندسی مکانیکا به همراه دکتر کلن مثل که خودآموز یک رشته کامل من آموزش دیده باشم. صرف تا صدشم اومدم جلو و چیزی که خدمتتون عرض کردم، هفتمین شرکت توی دنیا هستیم. خیلی شرکت توی دنیا اون تکنولوژی ندارن، ولی ما با شبانه روز تلاش کردن، خیلی مهارت‌ها رو خودمون یاد گرفتن و خیلی وقتا سختی‌هایی کشیدیم که هیچ یک از افراد حتی باورش نمیشه مثلا این سختی‌ها رو کشیدن. یه جایی شد بگی بابا کاش می‌رفتم کارمند یه جایی می‌شدم یه حقوقی می‌گرفتم. بارها و بارها. ولی وقتی که آدم هدفی داره، من یه خاطره برای شما تعریف کنم، تقریبا همون اوایل کارم بود و داشتم تحقیق می‌کردم راجع به این مسئله. یک فردی رو دیدم که این بند خدا فرزندش تصادف کرده و قطع عضو شده بود. یک پسر 7 ساله بود. وقتی که من بهش گفتم آره می‌خوام این کارو استارت بزنیم، خیلی خوشحال شد. گفت که من پسرم الان میخواد بازی کنه، بدبه و چون پا نداره و من وسع مالیم نمیرسه، پولشو ندارم، نمیتونم برای این پول مفصل تهیه بکنم. و خیلی خوشحال شد که یه روز این مفصل توی ایران تولید بشه. من همون موقع هدفمو گذاشتم اینجا که برسم به یه جایی که بتونیم توی کشور به خیلی این افراد کمک بکنیم. پنج سال ریاست شما بر دانشگاه آزاد تمام شد، درسته؟ بله. شما گفتید الان 12,000 میلیارد شهریه میگیرید. سالی که گذشت. خب سالی که گذشت. 1,000 میلیارد هم درآمد دارید. نه 1,000 میلیارد فقط خاص فناوری. ما تو بهره‌وری یه چیز حدود ما شهری درآمد دانشگاه چیز حدود امسالی که گذشت 18,500 بود. یعنی یه فاصله 6,500. 6500 که 1000 تاش از فناوری بود. 1000 تاش فناوری بود. از کجا بود؟ بیمارستان ها هست. مثلا خیلی جالب آید دلوقتي. الان بیمارستان فرهیختگان ما 4 ساله اومده شروع کرده. الان قطب پیوند کلیه ایرانه. بالاترین پیوند کلیه در بیمارستان فرهیختگان چیز حدود این مربوط به این 5 ساله؟ مربوط به این 3 سال اخیر هست. 3 سال اخیره. بله. یعنی میگید که زمانی که شما اومدید 90% شهریه بود، 10% درآمد. الان 60% شهریه است، 40% درآمد. برای سال جدید 60% ما سال که گذشتیم 75%، امسال 60% شهریه و ان شاءالله 40% درآمدهای غیر شهریه. خیلی متشکرم. زنده باشید. خدا قوت. منم خیلی خوشحالم. بار دوم یه نشست خوبی با هم داشتیم. سلامت باشید. ممنونم. متشکرم.